بدرود به همه دوستان عزیزان، امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. درود بر شما. به به، آقای امیرخان کجایی نیستی؟ یه 4-5 سالی هست که نیستی آقای امیرخان. درود بر شما. درود، درود به همه دوستان و عزیزان. دوستان صدا اوکی هست؟ بنویسید لطفا صدا اوکی هست دوستان. خب امروز دوشنبه 29 مرداد ماه 2583 شاهنشاهی ایرانی. نه نیستی امیر، قبلاً اولین نفر دومین نفر بودی ولی یه مدتی کلاً نبودی. حالا به هر حال خوشحالم که آیدی تو دیدم. نوربخش فتحی، بله. خیلی از دوستان توی این چند روز پیام‌های زیادی برای من گذاشتن که کجایی، چرا لایف نمیای، چه اتفاقی افتاده، چی شده، هستید نیستید. بچهای ارتش سری و نور شاهی، مخاطب این برنامه این بچه‌هان، حرف سیاسی نداریم، چیز جدیدی نیست در موردش صحبت کنیم. همه اون چیزهایی که باید گفته بشه رو گفتیم و همه اون چیزهایی که باید گفته بشه رو گفتیم و بازی‌های سیاسی هم تقریبا شاید تا یک ماه و نیم آیندهش رو هم ما قبلا در برنامه ها گفتیم. بنابراین در لایو آخر هم گفتم این که بیایم بشینیم صحبت کنیم هر روز اتفاقها، مسائل، بازیها، احتمالات، همه اینها رو بیایم هی بگیم کمکی نمیکنه به اصل مبارزه. مبارزه باید در کنار آگاهی دادن، در کنار روشنگری، باید کارهای عملی هم انجام داد. تو لایو آخری هم هفته پیش گفتم اگر دوستان نور شاهی نمیخوان واقعا دیگه حمایتی بکنن از ارتش سری، فقط کافیه که بیان اعلام کنن، بگن، حداقل دوستانی که ارتباط داشتن بگن که دیگه ما نیستیم، که ما هم تکلیف خودمون رو بدونیم. ولی خب از هفته گذشته هم که اعلام کردیم بجز چند تن از دوستان، دوستان دیگه اصلا کلن براشون مهم نبوده. و دلیل اینی هم که من توی این چند شب لایو نداشتم اینه که خب لایو بذاریم چی بگیم؟ الان لایو رو باز کردیم، چی قراره بگیم؟ از بازی‌های سیاسی بگیم، از بازی‌های مافیایی بگیم، از شارلاتان بازی‌های اراذل و اوباش کمپوزیسیون بگیم، چی باید بگیم که نگفتیم؟ الان می‌بینم توی این چند روزه همونایی که به ماها حمله می‌کردن که شما چرا به یارای پادشاه حمله می‌کنید، چرا به قاسمی نژاد، چرا به حجت کلاشی؟ یه کانال یوتیوبی هست، معلوم نیست کی از این بیبوتا هست، کلاخچینه، سیمچینه، دنباری که نمیدونم چیه. درود بر شما جناب رحیمی. این چند تا برنامه در مورد ما گذاشت که این سعید قاسمی مزدور اومده به یاران پادشاه حمله میکنه، این نفوذی جمهوری اسلامیه، با آقای امیرحسین اعتمادی و نمیدونم سعید قاسمی نژاد و علیرضا کیانی و اینها این حمله میکنه. هر کسی که به یاران پادشاه حمله میکنه مزدور جمهوری اسلامیه. خبرچینه، چی چینه. دو تا از دوستان تو دو سه روز گذشته دو سه تا ویدیو برام فرستادن. حالا اومده همه حرفایی که سعید قاسمی یک سال و نیم دو سال پیش میزد، اخطارهایی که میداد، هشدارهایی که میداد، سناریوهایی رو که میگفت، جانورانی مثل افدیدی و نفتی و برندا شفر و
قاسمی نژاد و اعتمادی و همه این اراذل و اوباش رو مطرح میکرد، حالا اومده و همه اونها رو داره از نگاه خودش افشاگری میکنه. خب اگر 2 سال پیش رستاخیز سیمرغ این حرفا رو زد، ابله و ابلهان، ما چیزهایی رو میبینیم، مسائلی رو میبینیم، بازیهایی رو میتونیم بخونیم که شما کوتوله ها، دوزاری ها، شاید سالها باید بگذره تا به اون مطالب برسید. حالا به هر حال خوشحالم میبینم که الان توجه ها جلب شده به این که ریشه جریان رو حل کنن، زندانبانان پادشاه رو معرفی کنن، افشاگری کنن، بدونن اینا کیان، از کجا اومدن، چجوری جریانشون، مأموریتشون چیه، تحکیم وحدتی ها کیان، همه این چیزها رو. خلاصه خب ما اینا رو که 2 سال پیش گفتیم، 1.5 سال پیش گفتیم، فوشش هم خوردیم، و بقیه جریانات. اما در کنار همه این مسائلی که انجام میدادیم، ما توی ارتش سری یک مأموریت، 2 تا مأموریت داریم و یکی از این مأموریت ها مجهز کردن بچه ها به تجهیزات مختلف مبارزاتی بود. تمرکز ما هم روی پرچم شیر خورشید تاجدار، فرتورهای پادشاه و مسائلی از این دست بود. در کنارش یه مأموریت دیگه‌ای که ارتش سری و نور شاهی داشت، حمایت از خانواده‌های آسیب دیده، که این هم خیلی مهمه. یکی از دلایلی که من روی این پروژه خیلی کار کردم و خیلی تأکید می‌کردم روش، یادتون باشه نور شاهی رو، این بود که شما وقتی خانواده‌ها رو در این روزگار تنگ، در این شرایط نامردی، وقتی این خانواده‌ها رو به فکرشونی، وقتی حالا اگه کمک چیزی از دستت برمیاد انجام بدی، هدیه چیزی واسه اینها میفرستدی، این خانواده ها اتوماتیک جذب جریانی میشدن که شما مبلغش هستی، یعنی جریان پادشاهی خواهی. وقتی اسم نور شاهی واسه یکی از این خانواده ها یا هر کدومشون هدیهی به عنوان نور شاهی به اینها میرسید، خب اینا متوجه می شدن که تنها جریانی که در این شرایط به فکر مردم بود همین جریانه، نه اون آدم هایی که اطراف پادشاه، زندانبانان پادشاه هستن، نه اون جریان ها و احزاب هایی که فاند می گیرن و پول می گیرن این ور و بر، صبح تا شب توی این رسانه هم رفت لافت و شک بند کردن، نه اون مدعیانی که توی این فضای مجازی هستن، هیچ کدومشون این حرکت رو انجام ندادن، چون به نفعشون نیست که انجام بدن. کمک کردن، حمایت کردن از این خانواده ها 2 تا چیز میخواد، 2 تا رکن اصلی داره. یکیش صادق بودنه یا درست بودنه یا به واقع ایرانی بودن و مبارز بودنه، و بحث دومش عبور از منافع شخصیه. خیلی آدم میخواد، درود بر شما شاهین عزیز، خیلی آدم میخواد که یه پولی بیاد دستت، میتونی با این پول هر کاری بکنی، ولی این پول رو هزینه کنی یه جاهایی که اصلا شاید هیچ وقت این آدم ها رو نبینی، شاید هیچ کجای این دنیا به این آدم ها نرسی، به این خانواده ها نرسی، یا حتی اصلا نبینیشون در آینده هم، ولی بیای و همین اون پولی که میاد رو اونجور جاها هزینه کنی. گفتم بارها و بارها، گفتم روزی مستندات ارتش سری و نور شاهی به هر حال منتشر خواهد شد. فکر میکنید این تظاهرات به کجا میرسه؟ اصلا من دوست عزیز امشب نمیخوام هیچ فکری بکنم، هیچ فکری در مورد این اعتراضات و نمیدونم این شامورتی بازی پرستاران و این جریان ها، اصلا بی بیرون از این داستان ها، این همش بازیه.
یه روزی این اسناد منتشر میشه و بعدا متوجه میشن دوستان که اولا پرچم های ارتش سری، پرچم های شیر خورشید تاجدار دست چه آدم هایی در داخل ایرانه. آدم هایی که شاید امروز خیلی هاشون رو فضای مسموم اپوزیسیون بین بعضی از هممیهنان بدنام کرده، شاید فکر میکنن او این از خودشونه، اون از خودشونه، این اینجوریه، اون اونجوریه. ولی روزی که همین پرچم شیر خورشید تاجدار به دست اینها بیاد توی خیابونها، بعد متوجه بازی خواهند شد و کمک هایی که نور شاهی به خانواده های مختلف انجام داد، حداقل تا میتونم بگم 15 روز پیش، جناب رحیمی اگه اشتباه نمی کنم فکر کنم 15 روز پیش بود دیگه، آخرین حرکت رو خود شما انجام دادی. ولی خب تو این فاصله ها خانواده های دیگه هم بودم که نور شاهی کمکشون میکرد، بالاخره حمایتشون میکرد، حساب کرده بودن روی نور شاهی. ولی بعد جناب رحیمی هم گفتن درست، ولی خب نتونستیم دیگه ادامه بدیم. یکی از دلایلی که من توی لایو نمیام یا نیومدم توی این چند وقته همینه، خیلی اذیت میشه آدم. یه مثالی هست میگن که یه مثال اسلامی هست توی این مسلمونا، میگن مردم کوفه نامه نوشتن برای حسین، بهش گفتن بلند شو بیا کربلا، ما ازت حمایت میکنیم، علم میکنیم، بل میکنیم. میبینید که داستان حسین و این جریانات همش سر قدرت بود و سر اشغال ایران و ویرانگری ایران. حالا اون این شایعاتی که درست کردن، ولی زمانی که اون تازی بلند شد اومد، مردم پشت کردن بهش. و این حالا کاری به اون جریانش ندارم، ولی این ور داستان ما خودمون هم همینیم. یه سری آدمهایی، یه سری دوستانی حرفایی زدن، صحبتایی کردن، حرکتایی کردن و آدم ماها رو مجبور کردن، یعنی مجبور که نه، دستمون رو باز گذاشتن بتونیم یه سری کارا رو انجام بدیم. و تو گام دوم سوم یه دفعه دست ما رو خالی گذاشتن یا تو پوست گردو گذاشتن و این اصلا قشنگ نیست. نمیخوام گردن کسی بندازم، نمیخوام بگم این آدم ها همشون مقصرن، نه، شرایط وقت کرده، همه چی گرون شده، حساب کتاب زندگی ها همه به هم ریخته، همه اینا رو میدونم. ولی اون ور جریان هم اگه یادتون باشه یه خانواده بود که هست، هنوزم هست، که شیر خشک برای بچهش رو هم نور شاهی میداد که این عرازل رو باش ریخته بودن تو خونش، شیر خشکا رو با لگد زده بود ریخته بود کف خونه یکیشون. وقتی نتونیم این خانواده ها رو حمایتشون کنیم مثل قبل، وقتی نتونیم تولید داشته باشیم، وقتی نتونیم کاری رو انجام بدیم، بنابراین درود بر شما دوست عزیز. بنابراین بودن، حرف زدن، فک زدن، وقت دوستان رو گرفتن، وقت خودمون رو گرفتن فایده ای نداره. بنابراین تصمیمی که من گرفتم اینه، با خیلی از بچه های ارتش سری هم صحبت کردم. اولا دوستانی که در داخل ایران هستید، دوست عزیز اینجا آیدی نذار لطفا، اینجا آیدی بذاری بلاکت میکنم، اینجا آیدی بذاری بلاکت میکنم، هر کسی همون هم خواهی باشی باش. خداحافظ. دوستان ارتش سری حواستون باشه، اولا اون پرچمایی که پیشتون هست، اون فرتورهایی که پیشتون هست، اون بنرهایی که پیشتون هست، اینا الان حکم کیمیا رو داره. شاید یه روزگاری اگر دوستی میگفت من یه تیم میتونم تشکیل بدم 20 تا پرچم شیر خورشید تاجدار میخوام،
من رادستم بود و میگفتم 50 تا پرچم شیر خورشید تاجدار بهت میدم و واقعا هم بهشون میدادم. و اون روز بود تولید میشد، دوستان بودن، نور شاهی بود، بچه های ارتش سری فعال بودن، داشتیم کارامون رو انجام میدادیم. علازه لوباش اطلاعاتی نمیتونستن هیچ گویی بخورن، هیچ غلطی بکنن، بنابراین تو دستوارمون بود و میدادیم. اما امروز اگر یه کسی، همین پریروز یکی از دوستان از یکی از شهرستان ها به من گفت من 10 تا پرچم میخوام برای دوستانمون. بعد از چند ماه که درخواست داده بود، شاید هم حالا این لایو رو بعد از این لایو احتمالا ببینه، من 2-3 شب پیش 3 تا دونه بهش تونستم پرچم بدم. یعنی از 10 تا پرچمی که بعد از چند ماه درخواستش اعلام کرده بود، من چند روز پیش 3 تا دونه پرچم تونستم بهش بدم و اینم جزو آخرین پرچم هایی هست که ما میتونیم پخش کنیم و داریم. آخری ها شاید در مجموع 70-80 تا بیشتر نباشه، بقیهش همش پخش شده. بنابراین دوستانی که پرچم شیر خورشید تاجدار دارید، دوستانی که فرتورهای پادشاه رو دارید، دوستانی که بنرها رو دارید، بچه های ارتش سری، اینها الان از کیمیا هم کیمیاتر شدن. بنابراین خیلی قدر این وسایل رو بدونید، خیلی خیلی مواظبش باشید و نگرش دارید تا روزی که روزش باشه و باید ازش استفاده کنید. این به این معنی نیست دوستان که ارتش سری کارش تموم شده، پروندش بسته شده، کرکره رو کشیدیم پایین. خیر، اصلا به این معنیه که ما روی داشته هامون دیگه حساب کنیم و روی صحبت دوستان در نور شاهی و وعده ها و اینکه حالا من این ماه نشد ماه دیگه هستم و فلان این داستان ها دیگه حساب نکنیم. دوستانی که در نور شاهی در فاصله یک سال و نیم گذشته، 2 سال گذشته هدیه هایی رو دریافت کردن، کمک هایی رو دریافت کردن، در شرایطی که نیاز داشتن بچه های نور شاهی کمکشون کردن، اگر الان توانایی کمک یا عوض پس دادن اون هدیه رو دارید، میتونیم از این امکان استفاده کنیم که حالا اون کمکی که دست شما بوده یک سال، یک سال و نیم، الان انتقال داده بشه به یک خانواده دیگه، دست یک کسی دیگه ای باشه. اینا همون داشته هامونه، اینا همون داشته هامونه. دوستانی بودن ماهیانه نمیدونم 2 ماهی یه بار، حالا بعد از مثلا چند روزی یه بار یه هدیه‌ای دوستان نورشاهی بهشون میرسوندن به هر شکلی. حالا اگر تواناییش رو دارن و میتونن این هدیه ها رو پس بدن، به من قرار نیست پس بدی، تا دقت کنید این پول مال من نبوده، پول مال نورشاهیه و هدف نورشاهی هم همون چیزیه که خود شما زمانی که گرفتار بودی این بچه ها یا این هدیه ها به دست رسیده و کارت رو انداخته. حالا اگر امکانش رو دارید و میتونید پس بدید، اعلام کنید تا این هدیه ها حالا بره دست خانواده های دیگه، کار دیگران رو هم راه بندازه. چون اینجوری که مشخصه، اینجوری که بوش میاد، اینجوری که بچه های نورشاهی عملا خودشون رو به بیخیالی زدن، حالا به هر دلیلی ما دیگه نمیتونیم تولید داشته باشیم، دیگه نمیتونیم حرکت جدیدی انجام بدیم، دیگه نمیتونیم چیزی به داشته هامون در داخل ایران اضافه کنیم. دوستان من نه قراره به کسی دروغ بگم، نه اهل رویا بافی هستم، نه اهل این هستم که حالا از این ستون به اون ستون فرجی، نه. بله مدت هاست من میام توی لایف در مورد نورشاهی صحبت میکنم و بعد از لایف هم میبینم به جز یکی دو تا از دوستان عزیزی که حالا لطف دارن کم و بیش به ما، به نورشاهی، به ارتش سری، بقیه دوستان ظاهرا براشون مهم نیست. بنابراین من دیگه روی این که حالا این ماه شاید نه ماه دیگه، حالا احتمالاً ایشالله ماشالله شاید این جمعه بیاید، شاید و امثال هم، دیگه حساب نمی کنم. به خانواده هایی هم که تحت حمایت نور شاهی بودن به گونه ای رسوندم
که از این به بعدش احتمالا ما شرمنده شما خواهیم بود، چون وقتی نیست نه اهل وعده و وعیدم، نه اهل دروغ گفتنم، نه اهل سرکار گذاشتن مردمم. یه روزی بود دوستان کمک، همین ماه گذشته، یک دو ماه گذشته بود که یکی از این هممیهنان، بچه‌ای که گرفتار شده بود در خیزش 1401، مشکل کلیه داشت. اگه یادتون باشه من توی لایف اعلام کردم و 3-4 تا از دوستان هممیهنان کمک کردن و این مبلغ خوبی هم به حساب این خانواده واریز شد و ایشون هم پیوند کلیهش رو انجام داد. و دوستان دیگه ای هم که مطرح میکردم، خانواده ها رو، بچه ها، دوستان کمک میکردن و این مشکل ها حل میشد. اما با این فرمون بخوایم بریم جلو دوستان، کاری از پیش نمیبریم، یعنی نمیتونیم چیزی به داشته هامون اضافه کنیم. بنابراین تلاش میکنم که حداقل اونایی که داریم، اون بساتی که بود، اونو حفظش کنم. اونم وقتی من مرتب بیام جلوی دوربین صحبت میکنم فلان و باز بچه های نورشاهی کمکی نمی کنن، خودش یه دلسردی میشه برای بچه هایی که داخل ایرانن. چند وقت پیش با یکی صحبت میکردم، با یکی بچه ها، آقای قاسمی آخه شما هر میایی میگی مگه بچه ها کمک نمی کنن؟ میگم نه، حقیقتا نه، دروغی که ندارم بهتون میگم. من وقتی هفته گذشته بود آخرین لایوی که انجام دادم. نه اینجوری هم نیست دوست عزیز من، هفته گذشته بود آخرین لایوی که انجام دادم، اعلام کردم، گفتم آقا بیا تکلیف رو روشن کنید. 10 روز پیش بود حدودا، از 10 روز پیشش خبری نبود تا دیروز و امروز که دوتا از هممیهنانمون مبالغی رو به نورشاهی هدیه دادن. حالا میگم مبالغ، فکر نکنید مثلا چه خبرها، فکر میکنم نزدیک 400 یورو دوستان دیروز و امروز آره دیگه، یکی از عزیزانمون در انگلیس و یکی از دوستان در آلمان کمک کردن. و اینم قبل از اینکه بیاد پیشاپیش چالش کنده شده، خب میدونید که. به هر حال دلیل نبودن من اینه که خب اگر شما میتونید بی خیال باشید، ما هم میتونیم به کارهای دیگه همون برسیم. اصلا نیازی نیست، من نه آدمی هم که بخاطر نمیدونم کمک بخاطر نورشاهی بیام پیله بشم به یه کسی یا به یه شخصی یا به یه دوستی، یه زنگ، یه تلفن. نه، چرا، قبلا این کار رو انجام میدادم. قبلا وقتی پروژه‌ای رو انجام میدادیم، شروع میکردیم کار رو انجام میدادیم، به خاطر که بتونیم هزینه هاش رو تامین کنیم که بشه کار رو زودتر جمعش کرد، به خیلی از دوستان من حتی زنگ میزدم، پیام میدادم و ازشون درخواست میکردم که کمک کنید تا این کار انجام بشه. ولی اینم یه حدی داره، از حدش که بگذره بعد شاید آدم ها یه فکرهای دیگه پیش خودشون میکنن. نمیگم بچه های نورشاهی این فکر رو میکنن، ولی خب آدمی زاده دیگه ها، نکنه ما داریم فلان میکنیم، پرچمی که نیست، فلانی نیست، تولیدی نیست، پس این پولایی که ما داریم میدیم چی میشه؟ آدم ها فکر میکنن. اما نمیدونید که نورش از ارتش سری به طور میانگین بخوایم حساب کنیم، یه چیزی هول و هوش روزی 400 450 300 200 یا همچین مبلغی به هر حال هزینه داره، کارهایی داره، آدمهایی درش هستن، یه سری هزینه ها داره، یه سری گیر و گور ها داره. همین الان یکی از یه داستان، یه اتفاقی افتاده که حالا بعداً در موردش صحبت خواهم کرد، بذارید زوایای اتفاق برای خود من روشن بشه، بعد در موردش صحبت میکنم و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین در کنار این خانواده ها و دوستانی هستن که هممیهنانی هستن که خب تو نورشاهی بهشون کمک میکرده، اجاره خونهی کمک میکرده، نمیدونم یه خرید مایحتاج روزانهی کمک میکرده، یه پول دکتری کمک میکرده، یه پول خرید دارویی کمک میکرده. نورشاهی کارش این بود و هنوزم هست، ولی خب خوشبختانه یا بدبختانه فعلا تعطیل شده.
و همه این مسائل بود و اینم با 100 تا 200 تا 10 روزی یه بار 15 روزی یه بار دوستان جور در نمیاد و واقعا خیلی اذیت شدم من توی این چند وقته. حالا همین گفتم این لایو فقط مال ارتش سری و نورشاییه، اونایی که میخوان انقلاب کنید برید ما مزاحم انقلابتون نشیم. بنابراین منم تصمیم گرفتم که اگر مطلب مهمی باشه، افشاگری باشه، خبری باشه، خب هستم، میام برنامه رو میذارم، صحبتم رو میکنم و میرم. در مورد ارتش سری، بچه های ارتش سری هم ما همچنان سر جامون هستیم، ارتش سری با قدرت سر جاش هست و فقط ولی اضافه دیگه نمیشه، همینه، همینیه که دست شماست و اینو محکم نگه دارید. اون مرکز، اون فرماندهی، اون مرکز هماهنگی، هر چیزی میخواید اسمش رو بذارید همچنان هست. نه سعید قاسمی فرار میکنه، نه سعید قاسمی خالی میکنه، نه سعید قاسمی میگه که آقا من دیگه نیستم، کلکلا رو بکشید پایین. نه، هستیم، با قدرت هم هستیم، اما در همون اندازه خودمون هستیم، دیگه فراتر از این نمیریم، دیگه نمیتونیم چیز جدیدی اضافه کنیم. شاید الان اراذل اوباش جمهوری اسلامی هم که این لایو رو میبینن الان خیلی خوشحالن، او موفق شدیم بالاخره چوب لا چرخشون گذاشتیم، 4 تا افشاگری کردیم، 4 تا سگ ول کردیم تو این فضای مجازی، پاچه ارتش سری رو بگیرن، رفتیم نمیدونم آقای فلانی رو فلانش کردیم، اون یکی رو اینجوریش کردیم، به خانم فلانی زنگ زدیم، به آقای فلانی زنگ زدیم، موفق شدیم ارتش سری رو از حرکت نگهش داریم. شاید اینجوری فکر کنن و درستم فکر میکنن، از این نگاه درست فکر میکنن، اما چیزی که این ابلهان نمیدونند، ما تخم رو کاشتیم زیر خاکه و این تخم جوونه میزنه. پیروز یه ویدیو گذاشتم در یکی از کوههای ایران، پرچم شیر خورشید تاجدار، رقصش در باد، نمیدونم قبل از همین ویدیو رو برگه نگاه کنید میبینید. تخمی رو که کاشتیم زیر خاکه، جاشم امنه و تردیدی هم نداریم که این تبدیل به جوانه و بعد تبدیل به جنگل میشه. کاری که میتونستیم انجام بدیم رو انجام دادیم. ای کاش اون روزگار دوستان نورشاهی کمک میکردن بیشتر، ما به جای 4700 تا پرچم الان میتونستیم بگیم 47000 تا 48000 تا پرچم داریم و اصلا دیگه نیازی به هیچ چیز دیگه ای هم نداشتیم. ولی خب نشد، مثلا همین الانی هم که نمیشه. اما بچه های نورشاهی، این که سعید قاسمی لایف نمیذاره، برگه رستاخیز چرا پست نمیذاره، فلان این داستان ها، اصلا به این معنی نیست که ارتش سری کارش تموم شده. خیر، ارتش سری سر جاشه، کارش رو هم انجام میده. همین چهارم پنجم مرداد بود دیگه، حماسه‌ای که بچه های ارتش سری آفریدن. ولی اضافه تر نمیتونیم دوستان. حقیقت دوستان ارتش سری هم که حالا درخواست هایی بود، کمک هایی باید میشد و فلان، من هم پشت لایف توی گفتگو به دوستان گفتم، همین الان در لایف دارم میگم، انتظار آنچنانی از نور شاهی نداشته باشید، از ارتش سری نداشته باشید. خیلی بتونیم خودمون رو جمع و جور کنیم، فشار بیاریم، بالا و پایین کنیم، خیلی بتونیم این داستان رو پیش ببریم. حالا یه سری خانواده هایی که هستن یا دوستانی که ضرورت داره که حمایت بشن، همون کار رو انجام بدیم. پرچم هایی که پیشتون هست رو به کسی نمیدید، به هیچ بنی بشری ندید، چون اگر این پرچم از دستت رفت و درخواست پرچم کردی دیگه نمیتونیم بهت پرچم بدیم، مخصوصا شهرستان ها دیگه نمیتونید، یعنی یه پرچم از دستت بره دیگه نمیتونی جایگزینش کنی، چون نه دیگه میتونیم تولید کنیم، نه اون سازوکار داریم و نه به قول معروف چیزی هست که بتونیم جایگزینش کنیم. بچه های نور شاهی هم اگر یه روزی فکر کردید مسئولیتی رو دارید و با درود عزیز، درود احسان جان، و میتونید کاری رو انجام بدید،
خب بیایید کمک کنید، بذارید این چرخ ارتش سری به چرخه، چرخ نور شاهی به چرخه، مبارزه جلو بره، چون مبارزه هزینه داره دوستان. همین آقای احسان عزیزی که الان توی لایف هستن، اومدن توی لایف، ایشون یک سال عمرش رو در زندان گذروند، هزینه داد بابت همون جاویدشاهی که رفت جلوی اون سرهنگ نیروی انتظامی داد. اینا هزینه است. دوستانی هستن که هزینه های بسیار بسیار زیادی رو دادن در داخل ایران، و اینکه حالا دوستانی هم در خارج از کشور هستن، از مالشون گذشتن، از منافع شخصیشون گذشتن، کمک کردن به نور شاهی، دمشون هم گرم. اما این دلیلی نمیشه که ما بخوایم فشار رو بذاریم. همین امشب یکی از دوستان یه مبلغی، نمیدونم 80 یورو 80 نمیدونم، یه همچین مبلغی رو لطف کردم به نور شاهی، و زیرش هم یه پیام برای من نوشتم که آقای قاسمی من 2 ماه سر کار نمیرم و نمیتونم توی این 2 ماه کمکی به ارتش سری بکنم. انسانی هم هستن که اگر نمیدونم پیاسیب زمینی برای خونش نخره نمیخره، اون پول پیاسیب زمینی رو کمک میکرد به ارتش سری، به نور شاهی. یعنی انقدر میهم پرست و کار درست. اما وقتی شرایط زندگی آدم ها رو به یک جایی میرسونه که نمیتونن، واقعا خیلی راحت ایشون به من گفت، من خب من دیگه میدونم که رو این شخص، روی این خانم، روی این نور شاهی، روی این عضو نور شاهی حداقل تا 2 ماه آینده نمیشه حساب کرد، چون خودش داره میگه. و این خیلی خوبه که من اینو میدونم الان، چون دیگه برنامه ریزی نمی کنم. پیش خودم برنامه ریزی می کردم، خانم فلانی، آقای فلانی هم حالا یه همچین مبلغی میاد، این مبلغ رو میتونم اونجا جابجا کنم، این به ایشون برسه یا به این خانواده برسه یا به این اتفاق بتونیم باش رقم بزنیم. اما الان وقتی میدونم 2 ماه نیست، دیگه روش حساب نمی کنم تا 2 ماه 3 ماه دیگه. ولی دوستانی که حالا کمک میکردن، هدیه میفرستادن، هفتگی، ماهیانه، 2 ماهی یه بار، و الان عملا هیچ خبری ازشون نیست. کل استنباط من از این روند اینه که دوستان نمیخوان دیگه، یا خسته شدن یا شرایط زندگیشون فرق کرده، و یا اینکه به این نتیجه رسیدن که ما پولمون رو بدیم سعید قاسمی بخوره، مگه اینجوریم خودمون میریم نمیدونم جزایر هاوایی و قناری و فلان و اینا اشغال میکنه؟ شاید هم اینجوری فکر کردم. بنابراین من رو فکر کردن این دوستان نمیتونم برنامه ریزی کنم برای کارهایی که داخل ایرانه، و خودم اذیت میکنم. در لایو گذاشتم گفت من نزدیک 2000 خورده فقط همین الان به دختر خودم اینجا بدهکارم، ازش هی گرفتم 200 تا 300 تا 400 تا بده بابا، هفته دیگه ماهی دیگه. ولی خب مهم نیست، اون مهم نیست، مهم اینه که نمیشه این چرخ رو با امید و حالا این هفته نه، اون ماه نه، ماه دیگه نه، یا به قول خودمون امروز فردا کردن، نمیشه این چرخ رو چرخون. مبارزه خرج داره دوستان، و خرج این مبارزه رو هم ما خودمون باید بدیم، ما مردم ایران. این کل چیزی بود که به چند تا از دوستان گفتم. اما چون چند تن از دوستان عزیز از داخل ایران از من خواستن که این مطالب رو حداقل در لایف هم اعلام کنم، امشب اومدم و اینو اعلام کردم. اگر مطلب مهمی باشه، چیزی باشه، اتفاقی باشه، خب حتما من میام و این مطالب رو میگم. اما این که بشینیم ببین دوست عزیز من، بحث نباید کم آورد، اصلا بحث این نیست. بحث اینه وقتی نمیشه نمیشه. شاید روزی 50 تا، 30 تا، 40 تا، 10 تا، 15 تا، یه روزی 100 تا پیام های مختلف، دوستان خودمون، بچه های ارتش سری، خانواده هایی که توی نور شاهی بودن در داخل، پیام های مختلف میاد. یه جاهایی هست که آدم دیگه نمیتونه اینا رو جفت جور کنه،
داریم این مثال میگم بیمای فطیره دیگه ها، بیمای فطیره. خود من هم نه تواناییش رو دارم حقیقتا، نه درآمدی که دارم اجازه میده که بتونم یک همچین کارهایی رو انجام بدم. خیلی این درون در زدیم، سوراخ سنبه پیدا کردیم بتونیم یه جورایی دور بزنیم این جریانات رو، ولی با این کمک ها، با این دوستان در نور شاهی، با این هدیه هایی که بسیار بسیار قطره چکانی شده، دوست عزیز من نمیشه. من گفتم من نه آدم دروغگویم، نه اهل خالیبندیم، نه اهل رویابافیم، نه اهل فریبم. تا روزی که تونستم کار انجام دادم، از امروز به بعدش هم کار انجام میدم. الان صحبت من چیزی دیگه است. اون روالی رو که ارتش سری داشت، نور شاهی داشت، که هدفش جذب آدم ها بود، هدفش کمک کردن به دیگران بود، هدفش مبارزه عملی بود، نه شعار، نه شعر و ور، نه چرت و پرتی که توی این کمپوزیسیون هست، اونو دیگه نمیتونیم بزرگش کنیم. در همون اندازه میمونه، در همون اندازه میمونه. یعنی کل توانایی ما که بسیار توانایی بزرگی بود در مقایسه با این جمع اراذل و اوباش و کمپوزیسیون، همین بود بتونیم 5000 پرچم شیر خورشید تاجدار در ایران تولید و پخش کنیم، بتونیم یک شبکه گسترده‌ای بدون اینکه کسی کسی رو بشناسه در ایران شکل بدیم، بتونیم خانواده هایی که فراموش شده بودن، خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست داده بودن، خانواده هایی که به هر شکلی گرفتار شده بودن رو، یک کوچولویشون رو بتونیم بهشون بگیم اگر پسرت رفت، شوهرت رفت، همسرت رفت، عزیزت رفت، گرفتار شدی، آدم هایی هستن که به فکر شما هستن، بتونیم بگیم جان شیرینش رو فرزندت توی خیابون ها الکی از دست نداد، بتونیم بگیم ما فراموشتون نکردیم، و خیلی چیزهای دیگه. اما این کار مستلزم حضور هموطنانه، و این هموطنان نور شاهی هم ظاهرا نمیخوان دیگه حضور داشته باشن. نه ارث پدرمون رو از کسی طلب داریم، نه به قول معروف فشاری بر کسی داریم. اصلا آدمایی هستن توی همین کمپوزیسیون 100,000 دلار 100,000 دلار هزینه میکنن. یه شخصی هست که بارها گفتم به اسم سید حمیدرضا موسوی نژاد، 100,000 دلار فقط هزینه کرد برای اون جریان اسپانیا. یه شخص دیگه هست 100,000 دلار هزینه کرد برای جریان پاریس. داری ما این آدم ها هستن توی این کمپوزیسیون ها، باور میکنید 100,000 دلار. ما با 100,000 دلار تونستیم یک سال و نیم، نزدیک 2 سال این همه تولیدات داشته باشیم و این همه خانواده هایی رو نور شاهی حمایت کنه. بعد یارو 100,000 دلار میذاره مجاهدین و اراذل اوباش جمهوری اسلامی رو جمع میکنه به اسم مشروطه چی؟ برای یک شب یا دو شب. بله آقای حمید خان، اگر پول بود ارتش سری نشون میداد چجوری میشه حرکت کرد. نشون دادیم دیگه ها، وجدانن جریانی مثل ارتش سری در طول 45 سال گذشته دیدید توی این اپوزیسیون؟ وجدانن، حالا خودم که میدونم با دوستانم صحبت میکنم، اما دوستانی که حالا دارید این لایو رو میبینید، بچه‌هایی که ارتش سری رو دنبال کردید، دیدید جریانی رو
فکر همه چیز رو بکنه، حساب کتاب همه جا رو بکنه، کار عملی در داخل ایران هم انجام بده و بتونه بازی های مافیایی رو هم به هم بزنه، جلوی سیستم های امنیتی چند کشور هم بیسته، فوش خوار مادر هم از این اراذل و اوباش جمهوری اسلامی رو، پادشاهی خواهان پلاستیکی و تجزیه طلبان و جنبولی خواهان و اراذل و اوباش بشنوه. نه دل بستن به خارجی های به ظاهر همین، نه اینجوری نیست دوست عزیزم. ببین ما توی این رستاخیز سیمور آدم های هری بری بیننده ما نیستن. بینندگان رستاخیز سیمور چه توی یوتیوب، چه توی تلگرام، چه توی اینستاگرام آدم های هری بری نیستن. کسایی که ارتش رستاخیز سیمور رو میبینن آدم هایی که از یک ساختمان 100 طبقه تو طبقه 80 تا 90 این ساختمون دارن زندگی میکنن، یعنی وسعت دید این آدم ها این اندازه است، طبقه 80 90 ساختمون. آدم های کوتوله و گریگوری و گرپیتی و دوزاری بینندگان رستاخیز سیمرغ نیستن. چرا من نشستم دارم برای این دوستان صحبت میکنم؟ برای اینکه میدونم میفهمن چی دارم میگم. ما یک خانواده ای هستیم در رستاخیز سیمرغ که توی این خانواده همه جور افکاری وجود داره، همه جور آدم هایی وجود داره، اما لبل این آدم ها در سطح بالاییه. اگر غیر این بود الان بیننده رستاخیز سیمرغ نبودن. بله گرفتارن، عرض کردم گرفتارن، ولی گرفتاری این دوستان نباید من رو گرفتاری این دوستان حساب، من صحبتم اصلا با این دوستان نیست، من صحبتم با شخص خودمه، شخص خود سعید قاسمیه. بنابراین آدم هایی که رستاخیز سیمرغ میبینن در طول 13-14 سال گذشته آدم هایی بودن که از یک سطح بینش و دانش خوبی برخوردارن. اگه غیر این بود که الان بیننده من و ملا بودن و نمیدونم بی بی سی بودن و این جک و جونورای اینترنتی و اینا بودن دیگه. آدم وقتی توی خانوادهش مشکلی واسش پیش میاد به جای اینکه بره با غریبه ها صحبت کنه میاد میشینه تو خانوادهش صحبت میکنه. وقتی تو خانوادهت صحبت کنی میتونی مسائل و مشکلات رو راحت تر حل کنی تا بری با غریبه ها صحبت کنی. برای همینه که من نشستم توی رستاخیز سیمرغ و دارم صحبت رو میکنم. خودم هم گفتم ابتدای لایو هم گفتم شاید اراذل و اوباش جمهوری اسلامی و پادشاهی خواهان پلاستیکی و بقیه جک و جونورا خوشحال باشن او بالاخره ارتش سری رو زدیم. نه خیر، خدمت شما، ارتش سری زدنی نیست. ارتش سری تخمی رو که کاشته رو زیر زمین، این تخم تردید نکنید ایران رو نجات میده. اصلا در این تردید نکنید، این پرچم ایران رو نجات خواهد داد. صحبت من اینه که ما از این جلوتر نمیتونیم ارتش سری رو ببریم، نمیتونیم به تولیداتش اضافه کنیم، نمیتونیم به فعالیتاش اضافه کنیم، نمیتونیم مجهزترش کنیم، نمیتونیم حمایت کنیم بچه های ارتش سری رو، نمیتونیم بچه های خانواده هایی که زیر نور شاهی بودن رو حمایت کنیم و خیلی چیزهای دیگه. این کارا رو دیگه نمیتونیم بکنیم. صحبت من اینه دوستان، ارتش سری سر جاشه، هر کاری هم باشه بچه های ارتش سری انجام میدن طبق روال گذشته با قدرت، اما دیگه نمیتونیم گسترشش بدیم. نه، برای چی نمیتونیم گسترشش بدیم؟ چون نور شاهی تعطیل شده عملا و وقتی پول نباشه، وقتی حمایت دوستان نباشه، خب نمیتونیم چیزی اضافه کنیم بهش. بیام دروغ به شما بگم؟ باش آقا من 50,000 تا پرچم شیر خورشید تاجدار دیگه تولید میکنم. خب دروغه، قرار نیست من با دروغ برم به جنگ دروغ، قرار نیست ما با فریب بریم به جنگ فریب. این اسمش ارتش سریه، اسمش رستاخیز سیمرغه، پرچم شیر خورشید تاجدار ایرانه. خب این
سه فاکتور که من اعلام کردم اصلا سنخیتی با دروغ و فریب نداره که. مگه سنخیت داره؟ 100 تا پرچم شیر خورشید تاجدار در خارج از ایران تولید، در خارج تولید کردیم، 100 تا دونه، 50 تاشو دوستان گرفتند، نزدیک 10 تاش هم کادو رفت، بقیهش مونده. خب بیام چی بیام بگم؟ بیام بگم نه 100 تا رو فروختیم 100 تا پرچم شیر خورشید؟ نه عزیز من، خب مگه مرض دارم دروغ بگم؟ نمیام تو لایف. وقتی نیام خب مجبور نیستم خیلی چیزا رو بگم. بنابراین سرتون رو درد نیارم دوستان، کل جریان همینه. اگر مطلبی چیزی باشه حتما میام اعلام میکنم، اگر نباشه همین داستانی که هست ادامه پیدا میکنه. ولی باز دوباره تاکید میکنم بچه های نورشاهی، این اصلا به این معنی نیست که ارتش سری کارش تموم شده است یا هر چیزی دیگه. خیر، ارتش سری سر جاشه. ما دقیقا مثل اون کشاورزی هستیم که آخر پاییز زمین رو شخم زده، آماده کرده، بذر رو پاشیده و زمستان استراحت میکنه، منتظر بهاره که بذری که پاییز پاشیده بود بهار جوونه بزنه. ما الان حکم همون کشاورز رو داریم. کشاورز به خاطر شرایط آب و هوا و زمستان از پاییز تا بهار رو عملا کار نمیکنه دیگه. غیر اینه، حالا شرایط ما هم که نور شاهی تعطیل شده، عملا نیست، شده عین جریان اون کشاورزه. بنابراین همون چیزی که زیر خاک کردیم رو حفظ میکنیم، دیگه نمیتونیم بهش اضافه کنیم. نمیدونم واضح بود صحبتم یا نه، اما این به هیچ معنی، به هیچ عنوان معنی اینو نمیده که ارتش سری تعطیل شده و ما دیگه نیستیم و فلان. هر کی بره ساز خودشو بزنه، خیر، سازوکار ارتش سری سر جاشه، دیسیپلین ارتش سری سر جاشه، ارتباطات ارتش سری سر جاشه، کارهایی که ارتش سری باید انجام بده سر جاشه، همه اینها سر جاشه. بروی سپاس از همه دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه. خیلی سپاسگزارم از دوستانی که تو کانال‌های مختلف پیام گذاشته بودن، جویای حال احوال من شده بودن. همه چیز هست، فعلا که هستیم، زنده ایم، نفسی میره و میاد. و برای اینکه نگران بودید، چه دوستان در این صفحه چه صفحات دیگه، اصلا قصد آزار کسی رو ندارم، قصد دلگیر کردن کسی رو ندارم، قصد ناامید کردن کسی رو هم ندارم، قصد خوشحال کردن اراذل اوباش جمهوری اسلامی رو هم ندارم به هیچ عنوان. اونایی که حداقل 14 سال سعید قاسمی رو میشناسن میدونن سعید قاسمی چجوری حرکت میکنه، چجوری بازی میکنه و چجوری بازی خانی و بازی چینی میکنه. بنابراین نگران هیچی نباشید. اگر دوستانی پیدا شدن در نور شاهی حضور داشتن، کمک کردن، کارامون رو انجام میدیم. اگر هم نکردن، دوست نداشتن بکنن، بنابراین از همون چیزی که داریم پاسبانی میکنیم. یه مثالی هست؟ نه جاش نیست، جاش نیست این برنامه. به هر روی سپاس از همه دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه و بدرود دوستان.